نشست بروکسل 11مین کنفرانس بین المللی پس از حمله آمریکا به افغانستان. کشورهای شرکت کننده در نشست بروکسل برای افغانستان گفتند که 15 میلیارد دلار تا 4 سال آینده برای بازسازی افغانستان کمک میکنند. در بیرون از محل کنفرانس بروکسل صدها هزار نفر از هواداران جنبش روشنایی تجمع اعتراضی برپا کردند. سوال اینجاست که آیا حکومت وحدت ملی میکانیزم دقیق برای مصرف کردن این پولها در دست دارد و آیا حکومت وحدت ملی قادر به عملی کردن تعهداتشان در این نشست خواهند بود یا خیر؟ درود و وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه آغاز روز با من شفیع کریمی هستید و مهمان من در استودیو بانو ریحانه آزاد عضو مجلس نمایندگان. شما را زیاد خوش آمدید میگم. بس بانو آزاد، ارزیابی شما از نشست بروکسل چیست؟ تشکر. در قدم نخست سلام احترامات خود خدمت شما و بینندگان عزیز تقدیم می‌دارم. البته نشست بروکسل دستاورد خوبی برای مردم افغانستان بود و البته ناگفته نگذاریم که جامعه بین المللی اگر چنین پیسه را کمک کرد و به خاطر منافع ملی خودشان هم بود و از خاطر از اینکه تروریست مرقم کروز بروز تاکتیکاش تغییر کرده و شما شاهد از این بودن که در فرانسه و امریکا و دنیا رسیدن و به باور ما به یکی از دلایلی که بیشترین کمک ها را در افغانستان و توجه جدی شد به خاطر تروریست بین المللی بود که دشمن مشترک مردم افغانستان و همچنین دنیا هست که این یک دستاورد خوب هست و مردم افغانستان میتونه از این پولها به طور احسن برای مردم استفاده شود، ولی دولت وحدت ملی با شیوه یا حتی شرکت سهامی که به وجود آمده واقعا بر ما سوال هست که چطور میتونه حداقل شفافیت از این کمک ها را و همچنین انکشاف متوازن را باید در نظر بگیره و بخصوص در نقاط دوردست و نقاط افغانستان که هیچ وقت در 15 سال حتی هیچ کار نشده و چطور میتونیم که از این کمک ها مستفید شوه و اینا برمیگشته به کسایی که کمک کرده و یک امیدواری اینجا هست که اونها گفتن که ما یک دفعه کمک نمیکنیم و کمک های خود میکنیم و شرط داریم از خود و ما میتونیم بگیم که در کجا و چطور و همچنین مطمئن شویم که از کمک های ما افمال نمیشه و این مسئله را خوب است که هم مردم افغانستان و هم دنیا جدی بگیرن و نظارت دقیق بکنه تا اینکه کمک ها مرقمی که کمک های زیاد هست و باید در مسائل بنیادی و اساسی زیربناها به مصرف برسه باید برسه، ولی ما زیاد مطمئن سر حکومت وحدت ملی نیستیم چون به خاطر از اینکه اینا حکومت را سهامی ساخته و تا که مثلا نماینده های از اینا چی در ولایت ها و چی در وزارت ها وقت گماشته شده برای مردم افغانستان یا برای حکومت افغانستان کمتر پاسخگو است تا اینکه اینا پاسخگو بیشتر با مو چکدارا یا با مو شرکت سهامی است که از مو طریق یا نمایندگی میکنه، بیشتر جواب دیده اونا است. اینا را این پست ها را به اساس یک مسئولیت یک نمیبینه، اینا بیشتر پست های امتیازی میبینه و در اینجا وقتی که دولت وحدت ملی اگر اول ما باور ما است که قدرت را از سهامی بودن اگر از بین نبره و ما شما شاهدی شفاف بودن از این کمک ها نخواد بودیم و بیشتر و این کمک ها را ما تشویش داریم که افمل نشه و در اینجا جامعه مدنی هم میتونه نقش عمده بازی کنه، پارلمان افغانستان و همچنین کسایی که کمک کرده باید نظارت دقیق بکنه تا این که حداقل افمل نشه و کمک ها به شکل درست و اساسش به مصرف برسه. بزرگترین دستاورد از این نشست چی بود برای افغانستان؟ بزرگترین دستاورد رقمی که ما پیشتر اشاره کردم و حداقل 16 میلیارد دلاری که اونا تعهد کردن گپ ساده ای نبود و همچنین دنیا حداقل آمدن گفتن که ما در کنار شما هستیم و اینا چیزایی بودن که با باور ما دستاورد های کلان بودن، ولی از این دستاورد ها ما چطور میتونیم استفاده بکنیم اینجا سوال هست و حکومت وحدت ملی جالب هست ایران بر رخ مردم نکشانند که گویا حکومت وحدت ملی دستاورد حکومت وحدت ملی هست به هیچ عنوان و با باور ما شرایطی که پیش آمده و حتی توریست دنیا را تهدید میکنه و ای به این خاطر بوده که دنیا مجبور شده به خاطر منافع خود هم تعهدات را بکنه و حتی به برای افغانستان، ولی ای که چطور ما میتونیم استفاده میکنیم این برمیگشته برای خود ما از دستاورد کلان ما چطور میتونیم استفاده عظیمی رو بکنیم، ما چطور میتونیم که از وضعیتی که پیش آمده و فقر و بیکاری و حداقل وضعیت سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان و چطور میتونیم اینا را کاتگوری بکنیم که تا
این که در دسترخوان مردم تغییرات بیاد، از زندگی مردم تغییرات بیاد. ما از دست فقر، ما تشویش داریم فقری که در افغانستان هست و حتی بیشتر زمینی سربازگیری دشمن را، مثلا یکی از دلایلی که بیشتر توجه مثلا جلب شده به خاطر از این هست که فقر است و بیکاری هست، بیشتر مردم میتونه سربازگیری بکنه دشمن را. و این که ما چطور میتونیم از استفاده بکنیم، ما هنوز کنوز هست شک دارم. و تا زمانی که حکومت وحدت ملی عملا یک کاری نکرده و ما در شهرهای زندگی بخواهد شما میگین که نمیتون. حکومت وحدت ملی میکانیزم دقیق برای مصرف کردن پولا تا به حال روی دست نداره. تا بنوز کنوز است، ما حداقل شاهد نبودیم. همیشه در حرف ها زیاد اینا گفتن و حتی در شما شاهدی بیکاری جوانان عزیز ما هستین که حتی در بسوی ماستر و دکترا هست و امروز در کوچه و بازارها میگشته و کسایی هست که حتی مدرک 12 نداره و اونا در بیشترین بالاترین پست ها کار میکنه به خاطر از اینکه شون شایسته سالاری تا بنوز نامده، در حالی که اینا خودشون تعهد کرده بودن. تا زمانی که به باور ما شایسته سالاری نیاید، تا زمانی که واقعا مکانیزم دقیق نیا و شما امروز شاهدی بیشتر کرپشن ها هستین و شما شاهدی از این هستین که هر روز چی در دستگاه متاسفانه دستگاه های قضایی اگر بری، چی در بیرون و حتی تمامی قراردادهایی که حتی اینا صدا میزنه که شفاف شده، ما بسیار باجرات گفته میتونیم که به هیچ نوع شفافیت تا بنوز کنوز هست با وجود نامده و هنوز که هست کرپشن نه بلکه کم شده بلکه اختلاس بیشتر هست. و چطور ما میتونیم جلو از اینا رو بگیریم و چطور میتونیم یک مکانیزم های جور بکنیم؟ و کمیته ای که البته ساخته شده در او رابطه ما گپ داریم و ما فکر میکنیم کمیته صرف به خاطر از این ساخته شد که چه رقم میتونه در کنفرانس بروکسل اینا دستور داشته باشه. باید حکومت وحدت ملی و رهبران وحدت ملی به جایی که همیشه پلان بسازه که چطور جامعه بین المللی قناعت بده، خوب است که یک مکانیزم دقیق روی سیستم های افغانستان کار شود تا حداقل بنیادی سری خود افغانستان فکر صورت بگیره که حداقل ما از وضعیت که داریم برای رهبران حکومت وحدت ملی در نشست بروکسل بر جانیان تعهدات خیلی زیاد را کردند. فکر نمی کنید با چند ماه محدود هم برایشان فرصت دادند تا به این تعهداتشان عمل کنند؟ آیا افغانستان حکومت وحدت ملی قادر به این خواهد بود تا به این تعهداتشان در چند ماه آینده عملی کنند و همین تعهداتشان به جانیان ثابت بسازند تا اینکه ما میتونیم همین تعهدات را کردیم عملی بسازیم؟ اگر واقعا اینا میخواین برای مردم افغانستان کار بکنن و حداقل تغییرات ایجاد بکنن و بیشتر کمک ها را از این کدام بیشتر جذب بکنه در افغانستان و شرایطی که در افغانستان پیش آمده، اینا تا زمانی که تعهد خود یا مثلا تعهدات خود به عمل پیاده نکنه، سخت است که مردم افغانستان هم برای اینا باور بکنه و دنیا هم. و در این مورد خوب است در صورت عملی نبودنش چی؟ اینا زمانی میتونه عملی بکنه که حداقل قدرت رسها بودن اول بکشه و تمام چوکیار تقسیم نکنه و چوکیار امتیازی نبینه، مردمای مسلکی رو بیاره، مردمایی که واقعا میتونه بیاره، ولایت‌ها رو سر عذاب تقسیم نکنه و امیال فاصله ای که بین دولت و ملت به وجود اومده اصلا ولیای از نو به وجود آورده، ولی از طرف حزب رفته و بیشتر به حزب کار میکنه. حکومت واقعا خواهان همین کار است یا نه؟ واقعا میخواد کمی سیستم از بین ببره یا نه؟ اگر واقعا حکومت میخواد که دستور داشته باشه، اگر میخواد که دوباره جلب توجه مردم را جلب بکنه و حداقل مردم را از خود بسازه، چاره ندارن، باید به تعهداتی که کرده عمل بکنه و باید از شرکت سهامی بودن بکشه. ولیای البته عذاب را، عذاب سابقه را ما نمیگم نقش نته، ولی این رقمی نقشی که در ولایت ها داده اونا بیشتر مثلا تقسیم شده بین آقای غنی و آقای عبدالله و همچنان معاونین هم در این تقسیمات نقش عمده داشتن. پس در این صورت کجای از این حکومت شرکت سهامی است و با مزد کجای از این تقسیمات نابرابر است و ای که درست تقسیم نشده و چطور از این صورت بکشند؟ در صورتی که معاون رئیس جمهور در اینجا حق مستقل خود داره، رئیس جمهور همچنان و رئیس جای همچنان، اصلا مشکل هم اینجا هست. اگر اینا مثلا قدرت را به طوری امتیازی ببینن و از دید امتیازی چوکی ها را ببینن، یک چیزی عادی هست که واقعا مردم افغانستان اینا با چالش برده، به خاطر از اینکه اینا باید این پست ها را بیشتر امتیازی نبینن. یعنی پست مسئولیت، اینا یک مسئولیت کلان، وقتی که در یک کس در رأس یک اداره میایه باور کنین که یک مسئولیت کلان داره و امتیاز نیست، اینا باید چوکی ها را به اساس امتیاز نبینه. اینا چوکی ها مسئولیت هست و این مردم افغانستان هستن که اینا هستن. اگر واقعا اینا میخواهند که مردم افغانستان را از این وضعیت بکشانن، باید این کار
کار را بکنن و باید شرکت سهامی بودن اینا را بکشه بس شاش سایست سالاری بیاره و کسایی بیاره که واقعا بتونه مثلا این کمک های جامعه بین المللی را جذب بکنه و چطور میتونه کارهای بنیادی را مثلا اینا پلان گذاری بکنه برای چند سال آینده و اگر کسایی را که واقعا به اساس سهم آمده اگر این رقمی ما ببینیم ما بوده که حکومت افغانستان را به چالش برده و ولیا را شما ببینین باور کنین که در ولایت ها وقتی که تو میری بیشتر به جایی که اونا جا ده در مرکز باشه با حکومت مرکزی باشه بیشتر به ٹھیکه‌دار هست و بیشتر مثلا به مو حزب کار نه در حالی که نماینده رای جمهور است ولیا باید مشخص برای تمام یعنی خدمتگار تمام مردم است در جر جمهور نمایندگی از حکومت میکنه اونا نمایندگی از حزب میکنه وقتی که چنین باشه فاصله ها با وجود میآید و ما به هیچ عنوان نمیتونیم از این وضعیتی که ما داریم خود بکشانیم یعنی میگین که امتیازگیری ها در حکومت وحدت ملی سبب به این شده که اینمی وضعیت در حکومت بر فعلا بیاید بله اگر واقعا چوکی تقسیم نمیشد 50% و بعد از اون سری از 50% سری اعضاب مثلا سابق و همچنین سری رئیس ها و چکدارای قومی ما امروز به اینی وضعیت نبودیم افغانستان امروز حداقل ما اشخاص تحصیل کرده و اشخاص مسلکی بسیار زیاد داریم و جوانای عزیز ما بسیار رشد کردن در 15 سال ما نمیتونیم نادیده بگیریم و ما میتونستیم که از این فرصت به طور بسیار قوی استفاده بکنیم و حداقل جوانای ما در آبها غرق نمیشد و مکانیزم بدلش میمد ما نمیگیم که پیسه نداریم پیسه داریم ولی افسوس که در چوکی ها کسایی هست که شایسته و نظمو چوکی رو نداره و شما ببین در وزارت ها وقتی که بودجه را شما ببینین بودجه های وزارت ها از 10% 5% 6% بالا نرفته ای خودش چی هست و ای خودش یک چالش است برای مردم افغانستان طور نبوده که ما پیسه نداشتیم ما پیسه داشتیم ولی ما کسی را نداشتیم که مدیریت بکنه و چطوری پیسه ها مصرف شود یک رئیس جمهور نمیتونه که در تمام چی برسه و باید وزیرا و همچنین والی ها و همچنین ولسوال ها و اینا باید قوی باشه و اینا اشخاص مسلکی باشه که بتونه بودجه ها را جذب بکنه با توجه به وضعیت فعلی افغانستان این کمک ها چقدر میتونه تاثیرگذار روی از این وضعیت باشه اگر واقعا اشخاص مسلکی و مدیرای قوی بیاید ما باور دارم که این کمک ها میتونه زندگی مردم افغانستان را به طور بسیار اساسی تغییر ایجاد بکنه و ما بتونیم کارهای اساسی را مثلا شروع بکنیم و کاریابی شوه و جوانای ما در کار شوه و از وضعیت که ما داریم ما میتونیم به زودترین وقت خود بکشانیم ولی زمان میتونیم که واقعا پست ها را امتیازی نبینیم و تقسیمات از بین بره و سر عذاب تقسیم نشوه سر چکدار تقسیم نشوه سر هر دو شخص رهبرام از خدا بشرمن و این پست ها را بیشتر مسلکی بسازن تا اینکه حداقل اونا بتونه برای مردم افغانستان خدمتگارای باشه که ما را از این وضعیت بکشن در این نشست یک تعهد عمده که شد از طرف حکومت وحدت ملی مبارزه علیه فساد بود شما چی فکر میکنید چقدر حکومت بعد از این نشست یعنی اطمینان میتن به مردم که علیه فساد در افغانستان مبارزه میکنند واقعا و فساد ریشه‌کن میسازن و امید تعهدشان به جانیان ثابت میسازن البته ما باور نداریم ولی آرزو داریم که حداقل اینا از خودگاه خود شروع بکنه و امروز شما شاهد قضیه کابل بانک هستین که بسیار بله، زیاد مهم حکومت میگه بزرگترین دستاورد ما ساخت امی سازمان کلانه که بعد مبارزه علیه فساد اداری است که در اصلش روی سارنبال است میگه با این ما میتونیم کمی فساد ریشه‌کن بسازیم و کسایی که در نظام گذشته فساد کردن امونا را دستگیر بکنیم و بعدش کارهای قانونی رو از یعنی تنظیم بکنیم شما چی فکر میکنید واقعا این دستاوردشون فقط کفایت میکنه برای شکن ساختن فساد و یا خیر ما آرزو داریم که ما بتونه حداقل اینا را کسایی که واقعا اختلاس کرده در پنجه قانون سپرده شوه به خاطر از اینکه برای دیگر را درس عبرت شوه البته ما بالای لوی سرنال باور دارم که یک شخصی است که واقعا به اساس مسلکی پیش آمده و از هیچ جای معرفی نشده و یک آدم است که واقعا آدم قوی هست و آدم است که مستقل هستش باور دارم اگر کسی را بمانه ما سر حداقل از این باور دارم که میتونه زمان میتونه که حداقل مداخلات کم شوه و زمان میتونه که به جایی که ما کمیسیون و کمیسیون بازی میکنیم خوب است که انمی ارگان را ما بیشتر روی سیستمش و روی تقویت بخشی بکنیم که تا بتونه ما را بکشه از این وضعیت بکشانه ولی ما شک به سر هر دو رهبر دارم به خاطر از اینکه هر دو رهبر و کسایی که در اختلاس بیشتر چی در دولت قبلی و چی فعلا دست عمده را داشته مسئله کابل بانک را که ما پیشتر اشاره کردم و اینا در بالاترین پست ها قرار داره اگر واقعا اینا میخواین که تغییرات بیاره اول خوب است که رهبرا از نزدیکی های خود شروع بکنه تا اینکه مردم افغانستان به این باور برسه که قانون یکسان تطبیق میشه و کسی که نزدیک رئیس جمهور و رئیس اجرایی هست هم در پنجه قانون سپرده شده و تا زمانی که این کار را نکرده ما باور ندارم به خاطر از اینکه قانون همیشه سر غریب ها و سر مردمی که کمزور است تطبیق
ولی حکومت بار فساد چنین باشه ما میتونیم که اینا را نه بلکه جلوی اختلاس را یا جلوی کرپشن را ما گرفتیم بلکه اینا را ما قوی تر کردیم ولی حکومت وحدت ملی بار فساد روی حکومت گذشته حکومت کرزی میگذاره ما به هیچ عنوان نمیتونیم بگوییم که در حکومت قبلی گل و گلزار بوده امکان داره مشکلات و چالش های خود داشته ولی اینا نمیتونه که ایره بهانه بگیره وقتی که اینا اگر ایره بهانه میگیره اینا که نو آمدن در دو سال چی کردن در رابطه با فساد و حتی خود آقای غنی در زمانی که در ارگ مثلا تعهد کرد برای مردم افغانستان نو رفت و روزی که قسم یاد کرد و ما یادم هست که اولین چیزی که برای مردم وعده داد مسئله اصلاحات جدی در دستگاه قضا بود و همچنین در مسئله کابل بانگ را بسیار جدی مطرح کرد و شما شاهد بودین که مسئله کابل بانگ را و نه بلکه اینا تانست که اینا را در پنجه قانون بسپاره بلکه امو اشخاص در پستای بسیار قوی و کلیدی آمد از ایک فرصت خیلی زیاد کم از روی در آغاز هم گفتم که جنبش روشنایی در بروکسل تظاهرات داشت چه دستاورد داشت تظاهراتشون خیلی کوتاه اگر اشاره بکنین تشکر امر رقمی که شما شاهد هستین جنبش روشنایی چند ماه هست که مبارزات مدنی خود را در نه بلکه در افغانستان در تمام دنیا به گسترش یافته و هر روز صدای عدالت خواهی خود بالا میکنه و ما فکر میکنیم که دستاورد کلان مایی بود که حداقل صدای خود را بر جهانیان بالا کردیم و گفتیم که در افغانستان چه تبعیضی صورت میگیره و حداقل وقتی که کمک ها میشه نظارت دقیق باید صورت بگیره ما از کمک های جامعه بین المللی تشکر میکنیم ولی باید نظارت دقیق شوه و این کمک ها حیف مال نشوه و باید انکشاف متوازن در سر تا سر افغانستان بیاید ما فکر میکنیم که به طور احسن عزیزای ما صدای خود را بالا کرد و تمام دنیای را شنید و شما شاهد بودین که تمام مطبوعات دنیا هم بسیار جدی را گسترش داد و ما آرزوی ازی را داریم که حداقل در یک روزی در افغانستان انکشاف متوازن و تبعیض از بین بره حداقل تمام مردم افغانستان خود یکسان در اینجا فکر بکنه فکر که همه افغانستان خانه مشترک همه ایم خیلی کوتاه خواست شما پس از این نشست از حکومت وحدت ملی خیلی کوتاه اگر شروع کنیم خواست ما از حکومت وحدت ملی اولم مشخص بود که لاین برق 500 کیلووات هست از مسیر اصلیشان بامیان میدان وردک و فعلا هم ما در سر خواست خود بسیار محکم و قوی ایستاد هستیم تا زمانی که بخواست ما پاسخ نگفته حکومت وحدت ملی ما مرقم می استیم مثل کوری و ما باید حکومت وحدت ملی پاسخ بپوشیم خیلی زیاد تشکر از شما بانو ریحانا آزاد عضو مجلس نمایندگان از که دعوت ما را پذیرفتین و تشکر از شما بینندگان عزیز هم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین